سلام، خوش اومدید دانو برای شما. مهران مدیری بازم با یه مجموعه تلویزیون دیگه خبرساز شده. سریال در حاشیه این روزا از تلویزیون ایران پخش میشه و با زبان طنز به نقد رفتارهای چند پزشک از جمله زیرمیزی گرفتن و کاذب منش بودنشون پرداخته. سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته این سریال حدساکانه است، چون تصویر نادرستی از پزشکان رو به کل جامعه پزشکی عمومیت میده و در نهایت باعث بی‌اعتماد شدن بیماران میشه. اما گروهی هم در مقابل معتقدن روحیه نقد و نقدپذیری باید در جامعه بین اصناف و اقوام و قشرهای مختلف فراگیر بشه تا بتونه تاثیر مثبت و سازنده‌ای داشته باشه. این عده ایجاد محدودیت برای هنرمند و فیلمساز رو مغایر آزادی بیان و مقدمه خودسانسوری میدونن. من احسان آمرتوسی هستم و امروز نظر شما رو درباره اعتراض سازمان نظام پزشکی به سریال در حاشیه میپرسم. این اعتراضا رو به جا میدونید و با دیدن این سریال فکر میکنید که آیا باید رفتارهای ناپسند این چند پزشک رو به کل جامعه پزشکی تعمیم داد یا خیر؟ اگر احیانا در این مجموعه رگه هایی از واقعیت وجود داره، در اون صورت فکر میکنید شیوه مطرح شدن انتقاد باید چطور باشه که به تخریب چهره صنف پزشکی منجر نشه؟ اصلا هنرمند چقدر موظفه که به این احساسات و حساسیت ها پایبند باشه؟ از این را با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل یا از طریق وبکم و یا تلفن و اسمس با شماره که الان براتون میخونم. شماره هست 2044-207-765-2077 2044-207-765-2078 و آدرس ایمیل برنامه شما @bbc.co.uk. در فیسبوک و تویتر هم میتونید بحث رو دنبال بکنید با شناسه @bbc شما در تویتر. امروز فرن تقی‌زاده با ماست تا از مجموع واکنش هایی که در روزهای اخیر به سریال تلویزیونی در حاشیه مطرح شده گزارش بده. بله، واکنش ها به این سریال طنز در حاشیه از وقتی که گروهی از پزشکان اعتراض کردن تو شبکه های اجتماعی بیشتر شد. اما قبل از اون همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران تیک کلام های این سریال با خبرهای هسته‌ای در جوک های وایبری همراه شده بود و همینطور در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر هم دیده میشد. براتون گزارش میدم که واکنش‌ها چطور بوده. شما هم تحلیل هاتون رو در مورد این سریال و واکنش‌ها بهش برامون بفرستین. منتظرتون هستیم. بسیار خوب. اما برای اون دسته از بیننده‌ای که احتمالاً تا حالا این سریال تلویزیونی رو ندیدن، یه بخش کوتاهی از سریال در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری رو انتخاب کردیم تا حال و هوای مجموعه بیشتر دستتون بیاد. با هم می‌بینیم. اینکه کاملا سالم خانم؟ خب بله، روحیه بیمار مساعد نبود. منم این رو فتوشاپ کردم و شکستگی رو از سناحیه جبران کردم، ترمیم کردم. شما عکسای رادیولوژی رو با فتوشاپ ترمیم میکنید؟ بله، الانم خدا رو شکر 3 سال صحیح و سالم روی ویلچر نشسته با روحیه خوب درجه 1. خسته نباشین. بخش کوتاهی از سریال در حاشیه رو دیدیم. با هم دیگه بریم حالا نظر مخاطبان رو بشنویم. نسیم از تهران و فریبا از دانمارک با ما تماس گرفتن. نسیم، شما چقدر این انتقادهایی که الان سازمان نظام پزشکی ایران در مورد مجموعه در حاشیه مطرح کرده رو اصلا به جا میدونید؟ منم پزشکم، به نوبه خودم این اعتراض رو وارد میدونم و معتقدم که این سریال بیشتر داره تخریب میکنه وجهه پزشکان کشور رو، چون ممکنه بین کسانی باشن که زیر میزی بگیرن یا کارهای غیر قانونی انجام بدن، ولی واقعیت اینه که کل پزشکان یعنی در مجموع دارن خدمت میکنن و این حرکت باعث میشه که اعتماد مردم نسبت به پزشکان کم بشه و دیگه ممکنه اصلا مراجعه نکنن یا اینکه درد خودشون رو به یه شکل دیگه بخوان درمان بکنن و این باعث میشه که یک قشری رو که اینقدر خدمت گذاره و میتونه واقعا خدمت بکنه دارن تخریب میکنن. بذار ببینیم فریبا از دانمارک اگر مخاطب این مجموعه تلویزیونی بوده و اگر در ایران به دکتر مراجعه کرده، آیا فریبا واقعا دیدن این مجموعه تلویزیونی موجب شده که مثلا اعتماد تو به پزشکا به شکل عمومی از دست بدی، یا اینکه این ویژگی رو در بعضی از دکترها فهم می‌کنی ممکنه وجود داشته باشه، بقیه جامعه پزشکی رو مبرا می‌دونی ازش؟ با سلام. ببینید، همه در تمام اقشار هم خوب هست هم بد هست، نمیشه عمومیت داد، ولی باید توجه کرد که این برنامه طنز تلخه. یه طنز تلخ دقیقا مثل یه کاریکاتوره که وقتی یه عکس یا یه صورتی میکشن یه قسمت رو میان بزرگ نمایی میکنن و یا قلوب میکنن. این هم همین حالته. 100% دکترهایی هستن تو ایران که با اخلاقن و هنوز به قول معروف اون قسم نامه که از ابتدا خوردن پایبندن، ولی واقعیتش هست که خب خیلی هم فراموش کردن، یعنی در حقیقت پزشکی شده تجارت. من بعد از 5 سال سال پیش اومدم ایران و متاسفانه یکی از نزدیکترین اعضای خانواده مریض شد.
به طور که فشارش رفت و 27 بر جفت پاهاش ورم کرد. در عرض یک شب من میتونم بهتون بگم که حالت شب نشینی در جهنم بود برای من، که از این درمانگاه به 3 بیمارستان دیگه. و متاسفانه چیزی که من رو خیلی اذیت کرد رفتاری بود که میدیدم. اولا خب ما اومدیم قسمت پذیرش، خانومی که اونجا نشسته بود مشغول تلفن صحبت کردن بود با نمیدونم وایبر بود یا چی بود که هرچی بود، میگفت سیگنال نمیده، آنتن نمیده. ما ساعت ها اونجا وایسادیم تا این خانم تلفنش قطع شد و با عصبانیت گفت چی میخوان؟ یه حالتی که انگار دعوا داشت. گفتم خانم چی انقدر عصبانی هستی؟ شما وقتی انقدر عصبانی هستید امروز شب نباید میومدی سر کار. در واقع یعنی فکر می‌کنی یه رگه هایی از واقعیت به هر حال در این سریال که الان تصاویرشو دارن بیننده ها از در واقع می‌بینن که از خود تلویزیون دولتی ایران هم پخش میشه وجود داره. نسیم فریبا به واقعیت های اشاره میکنه که خودش به چشم دیده، فکر میکنه که طبیعتاً طنز هم مجبوره که اینا رو بزرگ نمایی بکنه تا پیامش بهتر به مخاطب برسه. از این نظر فکر میکنه این مجموعه داره این کار رو انجام میده به درستی که بخواد به هر حال انتقاد بکنه برای اصلاح، یا فکر میکنه جنبه سازنده نداره این نقد؟ ببینید فریبا خانم به جنبه ای اشاره کردن که اصلا پزشک نبوده، اون یه خانم منشی بوده، اصلا نه قسمنامه ای داشته نه نقش پزشک داشته که اصلا این ربطی به بحث پزشکی نداره. و بعدم ممکنه یک رگه هایی از واقعیت باشه، ولی این رگه ها رو که نباید به این شکل بسیار شنی و زشت و به مردم نشون داده بشه. میشه میز انتقاد گذاشت و مذاکره، یعنی بیان تو تلویزیون حتی انتقاد کنن به طور جدی و صحبت بشه، مسئولین برنامه ریزا باید بیان صحبت بکنن، اون عیبی نداره. کما اینکه الانم مدیریت سلامت اشکال داره، یعنی پزشکان اون حق واقعیشون رو چون نمیگیرن باید شده که دست به این کارها بزنن. اگر به طور صحیح به اصطلاح دستمزد و حق و زمه پزشکان داده بشه و به خاطر اندک چیزی پزشکان رو نکشونن پای محاکمه و سو کنن و دیه بگیرن ازشون، مطمئنا پزشکان خیلی صحیح‌تر و سالم‌تر کار میکنن. ما باید ریشه یابی بکنیم، نه اینکه حالا 4 پزشک خلاف کردن اینو بیام تو بوق و کرنا بکنیم و نشون بدیم. فریبا حالا اینطور که نسیم هم داشت میگفت شاید اون نکته‌ای که شما دیدید به هر حال به کادر پزشکی مستقیما مربوط نمی‌شد، اما فکر می‌کنی اون حد و مرز، اون در واقع محدوده‌ای که باید یک هنرمند یک منتقد واردش بشه که نه چهره یک قشر رو به کلی تخریب بکنه نه در این حال خودسانسوری بکنه کجا تعریف میشه؟ ببینید هیچ خط و مرز مشخصی وجود نداره، چون زندگی نه سیاه سیاه نه سفید سفیده. ولی کم شاید مهران مدیری میتونست این انتقاد رو به طرز دیگه‌ای بگه که یه مقدار قبولش راحت‌تر باشه. ولی با تمام این تلخی که این سریال داره به نظر من نقطه مثبت و آموزندش اینه که ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم، یعنی یک تلنگری به احساسات همدیگه میزنیم که بابا به خودت بیا، این مشکلات هست. اون 8000 پزشک عزیزی که اعتراض کردن من میتونم ناراحتی و عصبانیتشون رو بفهمم، ولی آیا نباید ما یه روزی به خودمون بگیم که خب کجای کار اشتباه بوده که باید یه همچین سریالی ساخته بشه و چطور ما میتونیم درس بگیریم؟ ببینید من 25 سالم بود از ایران اومدم بیرون، الان 20 سال توی دانمارکم. چیزی که یادم میاد تو اون 25 سال هرگز تو هیچ بیمارستان و تو هیچ مطبی فرمی رو پر نکردم که بگن شمای مریض چقدر از این کادر پزشکی، کادر خدمات شما راضی هستید. یعنی همچین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده. پس بذارید از نسیم هم همین سوال رو بپرسیم. نسیم با این حساب شما فکر میکنید که اصولا نباید هیچ نقدی به هیچ شیوهی مطرح بشه، یا فکر میکنید حد و مرزهایی میشه در نظر گرفت که در اون چارچوب به حال هنرمندان هم بخوان نقدشون رو مطرح بکنن بلکه جنبه سازنده داشته باشه؟ نه من که گفتم نقد بشه به طور منطقی، ولی تمسخر و این مسخرگی، این کجاست دموکراسی؟ کجای دنیا اینو بهش میگن دموکراسی که یه حرفه رو یه شغل رو اینقدر خراب بکنن ضایع بکنن برای اینکه بخوان بگن حالا 4 نفر؟ چرا پزشکایی که اونقدر چند سال توی جبهه رفتن، اون همه خدمات، اون همه کارهای ترمیمی بعد از جنگ، اون همه خدماتی که عالی و ارزنده دارن انجام میدن اونا رو نادیده گرفتن؟ یک کسی 25 سال تو ایران نبوده از اون سر دنیا میخواد راجع به وضعیت داخلی کشور میخواد نظر بده؟ پزشکان واقعا هر حرفه ای رو
اگر اینقدر به تمسخر بگیرن چیزی ازشون نمیمونه، یعنی دارن نابود میکنن، از بین میبرن. کجا این انتقاد سازنده است؟ چهار تا هنرمندی که هیچ کدومشون هم به طور واقعی هنر واقعی ندارن، با سرمایه‌ای که از خود صدا و سیما میگیرن این سریال رو میسازن و واقعا خود پزشکان مملکت رو دارن اینقدر به استهزا و مسخره میگیرن که مردم شب بشینن یه خورده بخندن. خب فردا همین شخص وقتی مریض میشه میاد پیش دکتر، با همون به اصطلاح برخورد و تمسخر دیگه اجرا نمیکنه دستور پزشکو. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. با نسیم و فریبا خدافظی بکنیم. فعلا چند تا از پیام هاتون از سایت بی بی سی فارسی با هم مرور میکنیم. اولین پیامو برای ما سعید نوشته، گفته که مردم از طنز پردازان توقع ایجاد لحظات مفرح و شاد دارند، اما از طرف دیگر تمام دستمایه‌های اصلی طنز پردازان که اکثرا همان نگاه به رفتار و منش جامعه است را از آنها سلب می‌کنند. یک کاربر معتقد در حالی که به عناوین مختلف جامعه پزشکی تحت فشار و تبلیغات سوء غیر واقعی است، سریال هایی از این دست باعث بدبینی جامعه و فشار بیشتر بر این قشر می شود. و آلتین نوشته پزشکان به عنوان یک قشر تحصیل کرده و حرفه‌ای شایسته احترام هستند، اما این دلیلی بر بری بودن آنها از عیب نیست. اوضاع خدمات درمانی بنا به دلایلی مثل نبود قانون مناسب و مدیریت صحیح و نیز فرصت طلبی نزدیک به افتضاح است. یاشار رو از تهران داریم، بعدم با میمنت از کرج صحبت میکنیم. یاشار، فکر میکنه یا واقعا دیدن یک همچین سریال های طنزی مثل در حاشیه باعث میشه که اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی خدشه‌دار بشه، از بین بره، یا اینکه مردم خودشون به حال قدرت تشخیص این رو دارن که لزوما این ویژگی های اخلاقی به همه پزشکا مربوط نمیشه؟ سلام عرض میکنم. البته یه مسئله اینجا هستش، اینجاست که تا خود مردم رو درونشن با این موضوع نمیتونن ببینن که این واقعیت دار یا ندار. کسایی که تو سیستم هستن خب راحت‌تر میتونن ببینن، کسایی که تو سیستم نیستن خود سخت‌تره. ولی در کل من موافق با این هستم که یه مقدار جامعه پزشکی، که نه تنها جامعه پزشکی، همه باید جنبه شوخی و فکاهی رو داشته باشن. حتما یه واقعیتی هست که ازش فکاهی یا شوخی رو میسازن، که همه مردم باید بتونن جنبه انتقادپذیری داشته باشن. ولی همه پزشکا هم با هم نمیشه مقایسه کرد. من طرف صحبتم با پزشکاییه که خیلی بی‌انصافی در حد مردم توی مملکت میکنه و اونجوری که باید شاید اون خطرنامه‌شون رو به جا نمیارن. چون یه خیلی کوچیک و سریع براتون میزنم، من مادرم سال پیش خوردن زمین، بردیمشون بیمارستان خصوصی. بیمارستان خود به قدر این پزشکیشون نازنین بود، یه قرون از ما بیشتر نگیرم، گفت هر چقدر که بیمتون پرداخت میکنم میگیرم. این اتفاق چند ماه بعد در خواهرم افتاد، پاشکست، بردیمش بیمارستان. دکتر تا واریز نکردیم به حسابش بالا سر مادر من نمید. حالا تمام اینه بکنم مسئله دیگه هم که هست، یه جور تجارت شده توی ایران، چون بازارگاه‌های پاراکلینیک ها، بازاریاب های آزمانشگاه ها، بازاریاب های داروخانه ها، همه رجوع میکنن به دکتر. دکتر به خاطر اینکه پاداش اضافی، یه درآمد اضافی برای خودش جور کنه، یه زادمند اینجا انجام میده. من اینو به چشم دیدم و این واقعیته. هیچ اقراری باز هم میگم همه دکترها اینجا نیستن. روی صحبتم به دکتره که اصلا مثل که مردم این مملکت نیستن. یعنی شما آقای دکتر یا خانم دکتر که از دو مارکنگ زدین، شما که میدید فرق میکنه. آیا اون مریض که نداره هزینه پاراکلینیک، هزینه آزمایشگاه رو بده، شما بدونید که ایشون رو معاینه کنید، چرا ایشون رو باید بفرستیم بیان آزمایشگاه چند صد هزار تومانی بدن؟ کسی که حقوق 600 هزار تومان، شما که میگین دریافت حقوقتون کامل نیستش، شما یه عمل انجام میدید، یه کار انجام میدید چند برابر یه آدم باشه. یه مهندس هم 4 سال درس خونده، یه مهندس هم 8 سال درس خونده، ولی پزشک هم همونقدر درس خونده. پس درآمدتون بیشتر هستش، پس نگران چی هستین؟ خیلی ممنون. البته یاشار، اون کسی که دکتر بود تو بیننده قبلی تماس گرفته بود از تهران بود، از ایران بود، و اون خانمی که از دانمارک تماس گرفته بود کسی بود که تجربه شخصی خودشو داشت میگفت. میمنت از کرج، شما یا فکر میکنید واقعا اینطور که سازمان نظام پزشکی ایران میگه این سریال، سریالی در حاشیه حتاکانه است و یک تصویر غیر واقعی داره از پزشکای ایرانی نشون میده، یا جنبه های واقعی هم ممکنه توش باشه؟ من سلام عرض میکنم به شنوندگان شما و در سراسر ایران و جهان. من یه پزشک هستم که 40 ساله دارم کار میکنم، سابقه کار دارم
و میدونم که تو این جامعه چقدر افراد فداکار، چقدر آدم های مثبت وجود داشتن و چه فداکاری هایی کردن. یک قطعه از این سریال که اون پزشک داروساز بیمارستان رو نشون میداد بسیار بسیار توهین‌آمیز بود. پیوند اعضا در ایران شاید جزء بهترین دنیاست و آبرومندانه ترینه و من نمیدونم که به چه علتی این سریال ساخته شده. طنز خوبه، شوخی خوبه، خنده خوبه، جامعه احتیاج داره به همه اینا، ولی توهین و تمسخر یه قشری که بسیار بسیار زحمت کشیدن تو این جامعه ممکنه خب با این استدلال ممکنه هر قشر دیگه که در موردش یک مجموعه تلویزیونی اگر توهین آمیزی رو برای جامعه فرهنگی، آموزگاران، اساتید، برای جامعه روحانیت درست میکردن اعتراض وارد نبود؟ حتما بود. نه من از صحبت اینجاست که ممکنه هر قشر دیگه هم که در موردش مجموعه طنز تلویزیونی ساخته بشه همین حرفا رو بزنه. طبیعتا هر قشر خودش رو زحمت کش میدونه و واقعا هم خب تلاش میکنن، اما این به این معناست که پس اصلا طنز درباره هیچ صنفی نباید ساخته بشه، یا اینکه به هر حال روحیه نقدپذیری رو باید در جامعه بالا بود. توهین نباید باشه. بسیار قشنگ میتونستن تمام مسائل مشکلات جامعه پزشکی رو بگن ولی توهین نکنن به تمام قشر پزشکا. به نظر من کار بسیار زشتی انجام شد. من خودم دو سه قسمت بیشتر ندیدم، یعنی تحمل دیدنش رو نداشتم. به نظرم اومد بسیار کار بدی دارم میخوان. جامعه ما الان در حال حاضر، جامعه جوان ما به خصوص، آدم هایی هستن که ناامیدی توشون خیلی زیاده، استراب خیلی توشون زیاده و این سریال دامن میزنه به این استراب و این ناامیدی. به جایی که بیان اشکالات جامعه پزشکی رو در خود حرفه پزشکی با مسئولان مملکت حل بکنن، میان تخریب میکنن. این درست نمیکنه. اگر اشکالاتی تو جامعه باشه درست نمیکنه. بسیار خوب، بذار از یاشار واکنشش رو به این صحبت ها بشنویم. یاشار یاشار صدای ما رو داری؟ کیفیت خط یاشار چندان خوب نیست، بذارید باهاش خداحافظی بکنیم و ببینیم که نازنین روی خط دو از کرج چی فکر میکنه در مورد این مجموعه. نازنین، شما در مجموعه جنبه سازنده هم در این مجموعه در حاشیه میبینید یا خیر؟ فکر میکنید که واقعا روحیه نقدپذیری در جامعه ایران وجود داره و اگر نداره برای بالاتر بردن این روحیه باید چه کار کرد؟ ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم، این سریال رو من خودم پزشک هستم و تحریمش کردم، چون این مرز بین لودگی، مسخره بازی و کمدی انتقادی کاملا یه مرز مشخص. اصلا به طور کل حتی یه قسمت این سریال هم من ندیدم، چون من خودم پزشک هستم. این سریال در ادامه هجمه و حمله‌ای که به پزشکان در سالیان اخیر شده در این زمینه ادامه دار بوده و قصدش تخریب رابطه بین پزشک و بیماره. پزشکان تو این کشور تو همه رده‌ها، چه تو قسمت خصوصی چه قسمت دولتی، زحمات بسیار زیادی رو، سالیان زندگی خیلی زیادی رو جهت این خدمت رسانی به اصطلاح گذروندن و این همه زحمت کشیدن رو با این تمسخر واقعا قابل. نازنین، بعضی از بیننده ها تا اینجا تجربهشون از بیمارستان رفتن یا رفتن به دکتر در ایران گفتن، معتقدن که واقعا ایرادهایی هم در کار هست و در اون صورت آیا میشه گفتش که خب به نقد کشیدن این ایرادها میتونه به بهبود شرایط در نهایت کمک بکنه؟ یعنی نقد سازنده رو شما در این مجموعه میبینید به هیچ وجه یا نه با توجه به مشکلاتی که مردم میگن واقعیت داره؟ ببینید، نقد سازنده رو من قبول دارم، ولی من خودم تو بیمارستان هم خودم متخصص هستم، ما شبانه روزی در خدمت بیماران هستیم، چون اگه مریضی به اصطلاح در زیر دست ما دچار مشکل بشه ما خودمون زیر سوال میریم. ما تمام سعیمون شبانه روز و حتی بیخوابی های خیلی فراوون که حتی افراد برای نزدیکترین کسانشون هم این بیخوابی ها رو تحمل نمی کنن،
ما بسیار با تلاش خیلی زیاد پزشکان ایران از بهترین پزشکان در دنیا هستند. خب نازنین اگه اصلا فرض رو بر این بگیریم که به قول شما این سریال کاملا غیر واقعی، نکاتی که مطرح میکنه اصلا در عالم واقعیت هم وجود نداره، فقط قصدش خندوندن مردمه، در این صورت دلیل ناراحت شدن قشر پزشک در ایران چیه در واقع؟ آیا میتونن بگن خب به هر حال یه سریال فقط برای خندوندن مردمه، ما هم که میدونیم که یه همچین ویژگیایی نداریم، نه، پس چرا باید ناراحت بشیم؟ قبول ندارم. شما ببینید بعضی اقشار در اجتماع مثل پزشکان، وکلا و حقوقدانان و معلمان اقشاری هستند که 90% کارشون رو احترامی هستش که افراد نسبت به اونا میذارن، چون شغلشون بسیار حساسه. شما هیچ وقت نمیتونی یه قاضی رو تمسخر کنی یا یه وکیل رو، چون با آبروی ملت داره کار میکنه. پزشک هم حق ندارید مسخره کنید، چون با جان بیمارها و آرامش داشته باشید. چه شغلی رو کسی حق داره مسخره بکنه و اون شغل هم اون افراد ناراحت نشن؟ یعنی کسی هست که دوست داشته باشه. من انتقاد رو با مسخره کردن و توهین کردن مرزش رو جدا میدونم. انتقاد یه روشی داره، شما بیمارستان ها ریاست دارن، مریض ها هر شکایتی داشته باشن میتونن در تمام طول روز به ریاست بیمارستان، به همه اینها اجرت پزشکی اگه تخلفی صورت بگیره نظام پزشکی هست، پزشکی قانونی هست. ما بیشترین چیزی که یک پزشک داره یک احترامیه که بیمار داره بهش میذاره و اون حکم حکیم بودنشه، نه پزشک بودنش. حکیم بسیار خیلی ممنون از شما نازنین، مرسی که به هر حال در بحث ما شرکت کردید. با یاشار خدافظی کنیم، فعلا جاش بدیم به امین از اصفهان. امین، شما چقدر فکر میکنید روحیه نقد و نقدپذیری در جامعه ایران وجود داره و آیا این مجموعه تلویزیونی در حاشیه واقعا اونطور که عده معتقدن داره واقعیت های این حرفه رو نشون میده، یا اینطور که نازنین میگه کاملا مخربه؟ عرض سلام و خسته نباشید دارم. ببینید من خواهش میکنم اجازه بفرمایید خیلی سریع چند تا نکته رو خدمتتون بگم و این فرصت رو داشته باشم. اولا که من خودم پزشک هستم، از خانواده میام که تقریبا همه اعضاش پزشک هستن و من خودم بخش مهمی از اخلاق پزشکی رو از پدر خودم در واقع آموختم و همینجا هم به عنوان یک پزشک واقعا فرهیخته دست ایشون رو میبوسم. اما میخوام بگم که اگر ما بیاییم و همونطور که شما فرمودیم که آیا توان انتقاد پذیری داریم یا نداریم، اگر بیاییم انتقاد پذیری نباشیم در واقع داریم به خودمون لطمه میزنیم. ببینید اگر که در یک مجموعه تلویزیونی یا در هر رسانه چیزی مطرح میشه، ما باید ببینیم که اون در واقع داره بخشی از واقعیت اجتماعی رو بازتاب میده. اگر چیزی نبود خب طبعا مخاطبی هم پیدا نمی کرد این مجموعه. پس اگر می بینیم که مخاطب پیدا کرده، یعنی داره بخشی از واقعیت اجتماعی رو میگه. من یک نمونه براتون عرض می کنم. من خودم در دوران تحصیلم یک مدرسی، دوست ندارم بگم استاد چون استاد یک جنبه اخلاقی به قضیه میده، یک مدرسی، یک معلمی داشتم که ایشون در جلسه آخر تدریسش هاش برای من و برای همه بچه‌ها میگفت که بچه‌ها تو از مریض پول نگرفتید اون رو ویزیت نکنید، این خیابون و کوچه رو نمیدونم در جمع فامیل سوال پزشکی مردم رو جواب ندید، نمیدونم فقط در مطب مریض ببینید. خب اینجور آموزش دادن آیا بجز اینه که نهایتش نتیجه همین میشه که بعد دید یه بخشی از جامعه نسبت به پزشکا اینجوری میشه؟ من فکر میکنم که ما باید انتقاد پذیر باشیم، باید بپذیریم که یک بخش کوچکی و تأکید میکنم بخش کوچکی از جامعه پزشکی جوری برخورد کرده که بودش در چشم همه پزشکا، از جمله پزشکای جوانی مثل خود من یا خواهر برادرام که پزشک هستن رفته. ما میتونیم با افزایش تحمل خودمون و با انتقاد پذیریمون این قابلیت رو در خودمون ایجاد بکنیم که اگر یک بخش از جامعه پزشکی در واقع داره بد عمل میکنه، اون بخش رو اصلاح بکنید. البته من اینجا باید این نکته رو بگم، ما یه ایراد ساختاری در ایران داریم، اون هم این هست که پزشک و بیمار رابطه مالی با هم دارن. اگر که سیستم درمان در مملکت ما یه چیزی بود مثل همون نشنال هلث کیری که در مثلا بریتانیا هست یا موارد مشابه، اون بخش شاید دیگه این مسائل پیش نمیاد. طبیعیه که وقتی یک رابطه مالی بین پزشک و بیمار برقرار هست،
این مفاسد هم به وجود میاد. در واقع اشاره میکنید به سیستم بیمه عمومی بریتانیا و شاید به نوعی اصلا بشه پس این مجموعه رو اینطور که امین میگه خارج از لزوما نقد جامعه پزشکی دید، به نوعی نقد کل سیستم و نظام پزشکی و نوع رابطه بیمار و پزشک رو میدونه که امین در واقع معتقد به اون ربط داره. نازنین از کرج خیلی سریع نکته‌ای که امین گفت رو به عنوان پزشک خودش معتقده که باید نقد رو پذیرفت. از اون من در این سریال دیدم دست کم در دو سه قسمت اولش پزشکایی هم به تصویر کشته شدن، هر چند گذرا که به نوعی دارن وظیفه شناسی خودشونو نشون میدن در این مجموعه. چرا اونها رو شما فکر میکنید نباید نماینده حالا جامعه پزشکی گرفت؟ فکر میکنید بیشتر این سریال متمرکز فقط بر بدیهای این جامعه؟ والا من صحبتم اینه که من نمیخوام از بگم از کل جامعه پزشکی و کل همکارام و کل رفتاراشون نمیخوام دفاع کنم، ولی ببینید یک فیلم وقتی واسه 70 میلیون آدم نمایش داده میشه، این جنبه و اون هدفی که داره و اون تحقیری رو که میخواد انجام بده واسه کل جامعه پزشکی، مخصوصا با شرایطی که اخیراً پیش اومده واسه جامعه پزشکی و دائم خودشون در خطر میبینن و به هیچ وجه این جور فیلم ها باعث تخریب رابطه بین پزشک و بیمار میشه. من به نظر من باید یک پزشک برای درمان بیمارش آرامش داشته باشه، درسته؟ این مسئله آرامش رو به عبه میبره و پزشک رو دچار مخاطرات میکنه. پزشک الان مسئولیت قانونیش خیلی خیلی بالاست. شما یه درصد هم فکر کنیم مریضش دچار مشکل بشه با این تخریب، ببین چه بلایی سر اون پزشک میاد. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما نازنین. مرسی. با امیر و نازنین خدافظی کنیم بریم پیش فرن. فرن، این سریال الان همین چند روز عید ظاهرا شروع شده پخشش، بنابراین واکنش هم طبیعتا به همین چند روز محدود میشه، اما بیشتر بگو که هلوش دفاع از این مجموعه بوده یا بیشتر نقد دارم بشه. ببین فضای کلی شبکه‌های اجتماعی، چه توییتر چه فیسبوک و چه مثلا روی کامنت های خودمون هم حتی در روی فیسبوک بی بی سی فارسی نگاه کنید چه وایبر، همه نقد پزشکان هست و بیشتر فکر میکنن که مهران مدیری فضای درستی از جامعه پزشکی ایران داره به نمایش میذاره. البته هستن کسایی که نقدم کردن مثل پزشکا که خب این فضای درستی نیست، همه پزشکا اینجوری نیستن، نباید تعمیمش بدیم به همه، و اینکه یه سری هم خب علاقه ای ندارن اصلا به طنز مهران مدیری و میگن که اصلا طنز جالبی نیست، جذاب نیستش که آدم بخواد بخنده. حتی حالا من اینا رو در یک پروسه چند تا از این توییترها براتون میگم که چی به چیه. علی فرزاد مثلا گفته که موضوع سریال در حاشیه و واکنشایی که به اون نشون داده شده بیش از هر چیزی این موضوع روشن میکنه که ما ملت فرهیخته و اهل فرهنگ طاقت هیچ انتقادی رو نداریم، چه جدی چه شوخی. به اینم اشاره کردن که جامعه پزشکی شاید طاقتش کمه نسبت به طنز یا شوخی هایی که بهش میشه، یا مثلا یک سری دیگه گفته بودن که آقا اصلا تلویزیون نره دنبال سریال ساختن، مثل این توییتر، مثل این توییت که گفته که مثل اون یکی سریاله که چند ماه پیش جلوی پخششو گرفتن، اینم از حاشیه، برن سریال پلیسیای آلمانو بخرن دوبلش کنن، ملت هم خیلی کیف میکنن بشن نگاش کنن. یه سری دیگه دارن میگن که این واقعیت جامعه است، همونطوری گفتن، و مثال هایی که برای خودشون پیش اومده رو دارن مینویسن، ازش حرف میزنن، یا میگن که اگه واقعا پزشکا به این قضیه اعتراض دارن چرا نمیان بگن که اون پزشکایی که منصف هستن چرا حرفی نمیذارن، مثل سین میم که در این مورد مطلبی نوشته روی گوگل پلاس خودش، یا مثلا دیکتاتور بزرگ که اسمش هست روی توییتر گفته دکتر اگه یه بار تجمع میکردن اعتراضی به اونهایی که زیر میزی میگیرن، میگفتن که اونها حیثیت جامعه پزشکی رو دارن زیر سوال میبرن، الان اعتراضشون به درهاشی قابل قبول بود. یا مثلا یکی دیگه گفته که اگه واقعا الان فکر میکنن که این سریال جلوی شخصیتشون ایستاده و ناراضی هستن از این قضیه، چرا نمیان واقعیت رو با مردم در میون بذارن و منصفانه یکمی با مردم برخورد کنن؟ اینکه هزینه های پزشکا زیاد هست، زیر میزی میگیرن بعضی از اونها حتی برای اینکه بستری کنن یا عمل جراحی انجام بدن، نکاتی هستش که بهش اشاره کردن. گفتم این موضوع تیک کلام هایی که در سریال استفاده میشه با خبرهای هسته ای ایران همزمان شده بود و داشتن این دو تا رو به هم دیگه ربط میدادن. اینم یه نمونه
ای هستش که عکسش رو میبینید توی گوگل پلاس به اشتراک گذاشته شده. در کنار این مطلبی که نوشتن، این مطلب رو من دیدم خیلی کپی پیست کردن، جاهای دیگه هم استفاده کردن، میگن که متخصصین و پزشکان ایرانی درآمدشون نسبت به اروپا حتی بالاتر هستش و چرا این اتفاق افتاده، چرا داروهایی که حتی تاریخ مصرف گذشته هستن همچنان پزشکان استفاده میکنن ازش و حتی در بازار ایران وجود داره. یه سری دیگه میگن که باز از همین تجربه هاشون گفتن، اخلاقی که بعضی از پزشکا پیدا کردن این مدت، میگن یه سری از پزشکا وقت ویزیت دارن، وقت استراحتشون رو به جای اینکه مثلا استراحت کنن یا فاصله بندازن بین وقت ویزیتشون، میرن عمل میکنن، عمل جراحی انجام میدن. این یکی از مسائلی هستش که نوشتن. و البته این مطلب رو هم روی فیسبوک میبینیم، باز اون جنبه پزشکا رو به نمایش گذاشته که میگه هیچکی به من هیچی نگه، میگه اون جنبه‌ای که پزشکا باید داشته باشن اونقدر بالا نرفته به نوعی در مقابله با طنز و شوخی کردن و به نوعی خودشون رو دیگه خدا میدونن، انگار آره تافته جدا بافته میدونن و هیچکی با ما کاری نداشته باشه. رویا صدر در همین رابطه روی فیسبوک خودش نوشته که پزشکان، البته تو پرانتز گفته از استثناءات که بگذریم، خوششون نمیاد که به طنز گرفته بشن، میگن که شغلشون مقدسه، با جان مردم سر و کار دارن و نباید با اون شوخی کرد. بارها این رو از سوی همکارانم هم که در یک نشریه پزشکی علنا یا عملا دیدم، میگه دیدم و شنیدم، دست آخر هم دیگه در اون مجله مثلا من کار نکردم به عنوان طنز نویس. گفته دوستان بسیار خوب طنز نویسی که با من همکار بودن شاهدن، گفته در حالی که در حدود 10 ساله که در رشد مدرسه فردا نشریه کامپیوتری آموزش پرورش داره کار میکنه و میگه حتی اون فضایی که همه فکر میکنن آموزش پرورش فضای اصلا قورت داده ای داره و معلم ها خیلی جدی هستن، هیچ بار نشده که به طنزی که استفاده میکنه در این مجله اعتراض کنن، ولی پزشکان اینطور نیستن و فکر میکنن که نباید با این امر مقدس شوخی کرد. بسیار خوب، خیلی ممنون، مرسی. بریم با بیننده بعدی مون صحبت بکنیم. امیر از سوئیس رو خط 1 با ماست و احمد از تورنتو رو بعد رو خط 2 داریم. امیر، در جایی که تو زندگی میکنی، آیا این نوع مجموعه های طنز تلویزیونی در حال در مورد یک قشر خاصی ساخته میشه یا نه، و برخورد اون قشر از جامعه با طنز معمولا چطوره؟ همین اعتراضی که در ایران به این مجموعه طنز تلویزیونی شاهد بودیم، در جاهای دیگه دنیا ما یه هست به این شدت یا خیر؟ عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. بله دقیقا واقعیت شوخه اینجا هستن، خود پزشکا یعنی خود اونایی که مورد نقد یا طنز قرار گرفتن هم با بقیه مخاطبین اصلا میخندن به این قضیه، یعنی درک جامعه از طنز درک عمیق‌تر و بهتریه. ولی اگه اجازه بدین من میخواستم این مطلب رو، یعنی این موضوع رو از دو منظر مورد بحث قرار بدم. یکی این که ما بیاییم بگیم که اعتراض پزشکان در ابتدا موضوعیت نداره. چرا؟ به خاطر این که اساساً یک جریانی که شاید منی که حتی از ایران دور هستم و میبینم که اتفاق افتاده حدود 7-8 ساله به این طرف، که هر سریال یا مجموعه‌ای ساخته میشه متعلق به گروهی از متخصصین یا مردمی از یه منطقه، ادهی فورا اعتراض میکنم، میگم آه به ما حتاکی شد، به ما حتک حرمت شد. ببینید بحث اینجاست که شما طنز یعنی چی؟ یعنی کاریکاتوریزه کردن دنیای واقعی در یک دنیای مجازی که اصلا وجود نداره، در یک ناکجاباد، ولی با دستمایه قرار دادن معضلات و مشکلات دنیای واقعی، یعنی چیزهایی که واقعیت نداره. بحثی که وجود داره این که دوستانی که مثلا الان بانو نازنین که تماس گرفته بودن، خیلی برای من خیلی جالبه، میگن حتی یک قسمت از این سریال رو هم ندیدن ولی سریال رو متهم میکنن به لودگی. البته بنده اصلا و ابدا قصد ندارم از سریال دفاع کنم به لحاظ زیبایی شناسی، به اعتقاد بنده اتفاقا یکی از کارهای ضعیف آقای مدیری هستش، اما باید سطح در واقع سواد و درک جمعی جامعه رو در ارتباط با کارهای طنز، مقاله های طنز، آثار طنز ارتقا بدیم که بابا طنز خیلی کوتاه. یعنی امیر، فکر میکنید چرا حالا این ظرفیت اینطور که تو معتقدی در مورد طنز و انتقاد پذیری پایینه در ایران؟
به خاطر شاید یکی از عللش این باشه که ما عادت داریم، حتی در فرهنگ محاوره هم عادت داریم که در لفافه مسائل رو میگیم و خیلی از چیزهایی که مثلا جدی میخوایم بگیم رو با شوخی بیان میکنیم، به همین خاطری که ظرفیتمون کمه نسبت به شوخی و نسبت به طنز. اما موضوعی که وجود داره اون قسمت، یعنی شق دوم قضیه بود که من اجازه میخوام که مطرح کنم. اگه کوتاه لطف بکنید که فرصت بقیه هم برسه. این که اصلا بیاین موضوعیت بگیم، یعنی بگیم که بله شما پزشکا ما به اعتراضتون رو گوش میکنیم، شما 7000 نفر یا عده دیگه اعتراض کردین، اما کجای این داستان واقعا پزشکه؟ کجای این سریال از پزشک واقعی استفاده شده؟ اتفاقا به باور بنده آقای مدیری با توجه به تجربی که قبلا داشتن خودشون دچار خودسانسوری شدن. مثال بارزش قرار دادن اون پرسوناژ اون پزشک نیکوکار هستش که نقششون رو آقای رسول نجفی هم بازی میکنن، و یا سردسته اکیپ پزشکی که متعهده، ولی اون یکی افراد اصلا پزشک نیستن. یعنی یک فضای مجازی کاملا خیالی که چند نفر ناشی رفتن یه جایی رو درست کردن. حالا شما تصور بفرمایید هر پرسوناژی به هر حال داره یه تخصص، یه کار، یعنی یا مهندس یا کارگر یا رفتگر، به یک منطقه‌ای وابسته است، یعنی یک گویشی داره، یک لهجه‌ای داره، یک زبانی داره، به یک کلاس اجتماعی وابسته است، یعنی فقیر پول داره. در هر حال هر چه هم که بسازن باز اون طبقه معترض میشه. خیلی ممنون از شما امیر، مرسی. ببخشید چون فرصت کردم بذار نظر احمد از تورنتو هم بشنویم. احمد در یکی از پیام‌هایی که داشت از فیسبوک فرار مرور میکرد، بعضی میگن که اصولا جامعه پزشکی موارد مختلف هم بهش اشاره شده، یه مقدار جنبه در واقع نقد و طنز رو ندارن. از این نظر فکر میکنین صحبت درسته که علت اعتراض هم پایین بودن اون جنبه نقدپذیری و طنزپذیری در جامعه پزشکی ایران هست یا خیر؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید من خودم پزشک هستم و اینجا هم حدود یک سالی بودم، میتونم تا حدی هم مقایسه بکنم. مشکل اصلی اینجاست که در ایران در تمام برنامه‌هایی که ساخته میشه، اولا نگاه کنید این برنامه است که تلویزیون سراسری که به صورت کاملا، یعنی شما نمیتونید 10 تا تلویزیون تو ایران ببینید، نمیتونید 100 جور تلویزیون و 100 جور نظر ببینید، یک تلویزیون سراسری هست با شبکه‌های مختلف که نظر خاص افراد و گروه خاص رو منتشر میکنه. اینجا نه، شما میتونید صد تا شبکه ببینید، صد تا جور طنز ببینید، تنوع ببینید، نخست وزیر اگر رئیس جمهور باشه، رئیس جمهور یا هر کسی از بالا تا پایین، قاضی، هر کسی رو میتونن به طنز بگیرن، بخندن بهش یا بخندونن مردم. ولی در یک جامعه‌ای که شما میخواین بگین که مشکل بهداشتی یا درمانی یا سیستم درمانی در ایران وجود داره، خب عاملش کی هست؟ عاملش این هست که این پولی که باید بهداشت و درمان کشور استفاده بشه در جای دیگه داره به هدر میره یا نابود میشه یا دزدیده میشه. حالا یک سری افرادی رو که اصلا اونها درصد تقصیرشون حداقل بسیار کم است، با دست بسته، دهن بسته میارید اونجا و اونا رو شروع میکنید به زدن یا مسخره کردن که شما عامل این قضیه هستید. مثل اینه که به خاطر مثلا گرونی در جامعه، مثلا 4 نفر که سوپرمارکت دارن یا بقال هستن و یا اخشار شریف جامعه هستن، بگیریم و بگین همه تقصیر گرونی تقصیر شماست، بعدم بگین که مسئولان اصلی در این مجموعه به طنز کشیده نشدن. امیر پاسخی داری به احمد؟ فهم کنم با امیر الان ارتباطمون دیگه برقرار نیست، بذارید از آزیتا در تهران بپرسیم. آزیتا شما با احمد موافقی که میگه در واقع اون کسانی که مسئول اصلی اگر سیستم نظام پزشکی ایران در واقع مشکلی داره، معتقدی که اون افرادی که واقعا مشکل دارن در این مجموعه اصلا تصویری ازشون ارائه نشده و کسانی که نمیتونن عملا این مجموعه رو تغییر بدن و فقط دارن به طنز میکشن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده‌هاتون. نه قربان، ما معمولا خیلی علاقمند هستیم که همه چیز رو بندازیم گردن دیگران، هر اتفاقی که میفته بیفته گردن دیگران و بگیم من به عنوان یک عضو کوچک نقشی نداشتم یا صدایی نداشتم، در حالی که تمام اون مسئولین و مأمورینی که ایشون ازشون اسم بردن قربان از مریخ که در این مملکت فعالیت نمی کنن، همه هموطنهای ما هستن و آحاد مختلف مردم هستن، تک تک اتفاقا در مورد جامعه پزشکی تک تک اطباء یا پرسنل بیمارستان ها و پرسنل کارهای پیراپزشکی تک تک چون با مریض ها در تماس هستن، تک تک هم مسئول رفتار و اعمال خودشون هستن. در این ما اصلا مرز بین طنز و توهین و
انتقاد رو اصلا مثل این که افراد گم کردن و اینکه اصلا نقش طنز در اجتماع چی هستش. نقش طنز همین کاریه که آقای مدیری دارن انجام میدن، نشون دادن کاستی هایی که در یک اجتماع وجود داره، به عوض اینکه بگیم این کاستی ها گردن دیگرانه، تقصیر دیگرانه، کمکاری دیگرانه. چرا جامعه محترم پزشکی که خودشون رو مقدس میدونن یک نیم نگاهی، یک گوشه نگاهی نمیندازن به این که ببینن کجای این ممکنه واقعیتی وجود داشته باشه و سعی در رفعش بکنن؟ این که بهتره تا هی جیغ بزنن و داد بزنن و اعتراض کنن که چرا اصلا نسبت به ما حرفی زده شد و هر چیزی رو توهین قلم داد کنن. توهین کلمه بسیار بزرگی هست و مشخصات خودش رو داره. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما عزیزا، مرسی. با احمد خدافظی کنیم. یه احمد دیگه از تهران رو خط دو با ما است. احمد، اینطور که آزیتا میگه واقعا توهین کلمه سنگین و بزرگیه، یا میشه گفتش که این مجموعه تلویزیونی داره توهین میکنه به پزشکان، یا فکر میکنی به حال فقط داره جنبه هایی از واقعیت رو که وجود داره بزرگ نمایی میکنه تا سازنده هم باشه؟ من سلام عرض میکنم خدمتتون. من واقعیتش با این دوست هموطنمون زیاد موافق نیستم. واقعیت اینه که مرز بسیار بسیار ظریفی بین طنز و گذشتن از این مرز وجود داره. ببینید، کسی چارلی چاپلین رو به خاطر به تصویر کشوندن وقایع تلخ زمان خودش مؤاخذه نکرده، ولی خب من به خاطر البته من پزشک هستم، به خاطر فرصت و محدودیت هم همه قسمت های این سریال رو ندیدم. قسمت دوم و سوم این سریال توی فیلم و سناریوش جایی رو مطرح میکرد که بیمارستانی رو دارن میسازن که بیمارستان روی زمینی بنا شده که قبل‌تر قبرستون بوده، و یا یه پزشکی رو که در کسوت جراح پلاستیک میخواست که این بیمارستان رو هندازی بکنه برای اینکه بتونه اون مجوز رو به حقیقت نشون بده و بتونه اونجا مستقر بشه، مجبور شد با یه چوپانی وارد صحبت بشه و چوپان حاضر به ترک محلش نبود و آقای مدیری به عنوان در حقیقت بازیگر اون نقش رو در حال در حقیقت حرکت دادن تعداد زیادی گوسفند همین مجموعه به تصویر کشیده، و من فکر نمی کنم این طنز باشه یا یه قسمت دیگه ای از همین زمینه بیمارستان رو، یه مجموعه ای از در حقیقت سریال تلویزیونی رو ظاهرا توی فیلمنامه بودی که داشتن. احمد، مگه چوپان بودن لزوما کار بدیه یا توهینیه که داریم دیگه، حالا که داشته فرزند گوسفند رو میبرده بیرون، یعنی توهین به جامعه پزشکی شده؟ نه، به هیچ عنوان اینطور نیست، ولی من معتقدم که این فیلمنامه با توجه به شرایط موجود، حجمه‌های موجود روی جامعه پزشکی بی‌منظور نوشته نشده. اگر همین سریال یک سال پیش پخش می‌شد، من فکر نمی‌کنم هیچ اعتراضی رو کسی می‌دید به این شکل و شدتی که در حال حاضر در جریان هست. و اصلا خب خیلی از سریال مشابه مثل ساختمان پزشکان و چیزهای از این دست مطرح بوده. من معتقد به این نیستم که پزشک موجود مقدسیه، نه، ولی پزشکی مقدسه. واقعیت اینه که پزشک در حقیقت ناکامل هم وجود داره، مثل همون شرایطی که قاضی ناکامل وجود داره. منکر هیچ کدوم از در حقیقت همکاران جامعه پزشکی منکر وجود نارسایی و کاستی نیست، اما این حرف مثل این میمونه که من شما رو که الان در حقیقت مجری برنامه تلویزیونی هستید متهم بکنم که چرا در آن واحد برای دو شبکه در یک زمان مشخص، یک زمان یکسان نمیتونید همزمان برنامه تلفن تلویزیونی رو مدیریت و مجریگری کنید، و شما رو متهم بکنم به در حقیقت ناکارایی، به تضییع حقوق بیننده. و خب شما هر چقدر که دلیل بیارید من یک نفرم و من نمیتونم در آن واحد در دو جا حضور داشته باشم، کسی این توجیه رو از شما نخواهد پذیرفت. واقعیت اینه که خب کاستی های تو سیستم بهداشت درمان ایران وجود داره. طبیعتا ایران پیشرفته ترین کشور دنیا نیست، هیچ کسی هم با این مسئله در حقیقت مخالفتی نداره، ولی خب واقعیت اینه که هدف این مجموعه رو من به عنوان یک طنز که بخواد مشکل ایجاد بکنه، مشکل رو حل بکنه، نمی‌بینم. و در حقیقت من فکر میکنم تاثیر مثبتی حداقل از دیدگاه من به عنوان شهروند، نه به عنوان پزشک، توی ذهن من حداقل نذاشته. خیلی ممنون. البته احمد، این نکته که در مورد اجرای همزمان در دو شبکه گفتی خب منطقا غیر ممکنه، اما به حال مخاطبان جامعه پزشکی میگن که در حد همون توقع منطقی باید پزشکان به وظیفشون عمل بکنن. از فرین چند تا پیام میشنه. خب همچنان بین مخاطبین ما و اونهایی که دارن پیام هاشون رو مینویسن دو دسته وجود دارن. اونهایی که دارن تجربه خودشون از برخورد با پزشکان میگن که برخورد مناسبی نبوده و هزینه های درمانی اضافه ای دارن میدن، و پزشکانی که میگن
همه پزشکان اینطور نیستن، ما نمونه های مختلفی داریم. یکی از بیننده هامون علیرضا گفته که من بیش از 15 سال در حوزه پزشکی دارم کار میکنم، گفته ولی پزشک نیستم متاسفانه تاکنون، گفته جز یکی دو مورد انگشت شما رفتار مناسب و انسانی از طرف دکترها حتی با ما که همکارشون هستیم ندیدم، بهتره که در این مورد هم صحبتی بکنیم. بیننده هامون دارن از تجربه های خودشون از همین دوران عید میگن که رفتم به مراکز بهداشتی برامون. یکی از بیننده هامون گفته رفتیم شمال امسال، مادرم کمی تنگی نفس داشته، برگشتیم تهران، خواهرم مادرم رو برد دکتر و با پای خودش رفته بود دکتر، میگه طوری که بهش گفتن قلبت داره از کار میفته، همین الان باید عمل کنی، و دعواش کرده بودن که چرا دیر اومدی، بعد به دکتر دیگه مراجعه کردیم گفتن که اصلا اینطور نیست و این اتفاق اونقدر جدی نیست. فاطمه از تبریز گفته که پدر من سال پیش نزدیک عید مریض شد، وقتی بردمش بیمارستان گفتن سکته قلبی، درست 5 روز توی آی سی او نگهش داشتن، بعد از عید که رفتیم پیش دکتر قلب بیرون از بیمارستان گفت اصلا سکته قلبی نبوده. یه سری از بیننده ها، فقط اشاره کنم که دارم پاسخ بیننده هایی که دارن صحبت میکنن رو میدم، مثل میمنت از کرج که صحبت کرده، ماکان اومده جوابش رو داده که خب مگه در فیلم مارمولک به قشر روحانی و آخوندها مسخره نشده بود و طنز بهش نپرداخته بودن، به همه اقشار طنز وجود داره درشون در ایران. بریم پیش احسان صحبت بشه. خیلی ممنون. حسین از تهران رو داریم، بعدم با رضا از ناتینگهام صحبت میکنیم. حسین، در مجموع تو این نوع انتقاد و این نوع طنز انتقادی رو اصولا فکر میکنی میتونه مؤثر باشه و اصلا واقعا جنبه طنزآلود داره، یا اینطور که بعضی از بیننده ها که خب خیلی هاشون هم پزشک بودن فکر میکنی بیشتر توهین‌آمیزه؟ با سلام خدمت شما و خسته نباشید. من این برنامه رو در قالب طنز قبول دارم، ولی متاسفانه یه مقدار جامعه پزشکی ما نسبت به این حساسیت نشون میدن، یه مقدار خودشون رو چون دکتر میدونن و جامعه پزشکی میدونن یه مقدار بهشون برخورده، ولی خب ما چون تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، یه مقدار مشاهداتی که در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم اینا رو من میتونم به خدمتتون عرض کنم. من خودم دو موردش رو توی یه بیمارستان خصوصی دیدم و اونم این بود که مریضی که عمل شده بود، یعنی قبل از عمل ایشون، بالاخره توی ایران قبلا مریضا میرن توی مطب دکترا و توی مطب دکتر وقتی که ویزیت میشن اینا رو هدایت میکنن به بیمارستانهایی که خودشون به قول معروف اونجا سهام دارن و اونجا مریضاشون رو عمل میکنن و قبل اینکه اصلا عمل کنن با مریض تهی میکنن که باید اینقدر پول که رقم میلیونی هم هست، این پول باید مریض به دکتر خارج از حساب بیمارستان پرداخت کنه. من خودم یه موردشو داشتم اینجوری که الان نمیخوام تا حدی هم رگه هایی از واقعیت ممکنه در این مجموعه طنز تلویزیونی باشه. رضا از ناتینگهام، فکر میکنی که این صحبتی که بعضی هم میگن اعتماد بیمار به پزشک از بین میره در نتیجه دیدن یک همچین مجموعه تلویزیونی چقدر واقعا میتونه صحت داشته باشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. عرض کنم خدمتتون که این اعتماد متاسفانه توی خیلی با توجه به اینکه من احترام ویژه‌ای برای پزشکای مملکتم قائل هستم و میدونم که بهترین پزشکای دنیا رو داریم، ولی متاسفانه این اعتماد از بین رفته تا حدودی. و دلیل از بین رفتن چی هست؟ یعنی مجموعه های تلویزیونی شبیه در حاشیه این اعتماد از بین بردن، یا عملکرد پزشکا بوده، یا چه عامل دیگه؟ ببین، در حاشیه یه سریال طنزه که اولش که آقای مدیری بدون برنامه بدون تجربه این کارو نکرده، من مطمئنم. حالا من موافق آقای مدیری نیستم، فقط دارم نظر شخصی خودم میگم، حتما یه برنامه ریزی و یه پیش زمینه ای داشته این سریال طنز و یه سری انتقادات و مشکلاتی بوده که بهش رسیده و این تصمیم گرفته شده که این سریال طنز ساخته بشه. بسیار خوب، خیلی ممنون رضا. فرصت ببخشید خیلی کم بزه با حسین خدافظی بکنیم. رضا از اصفهان فکر کنم آخرین بیننده ای که فرصت از حرف بزنه. رضا، این مجموعه رو اگه دیدی، در مجموع نظر تو که چقدر جنبه نقد و طنز سازنده داره رو میشنوی؟ اگر فکر می‌کنی نیست که خب علت تو بگو. عرض کنم که سلام میکنم خدمت همه کارگزاران بی بی سی و شنوندگان و بینندگان تلویزیون بی بی سی. من نظرم این هست که این سریال
جنبه طنز و انتقادی داره و باید پذیرفتش. علارغم این که معتقدم بیشتر پزشکان مملکت ما پزشکان متعهد و وظیفه شناس و کار درستی هستند، اما هستند بین اونها کسانی که تجارت شده براشون پزشکی، کما این که بعضی از بینندگان که خودشون هم پزشک بودن، از جمله امین پزشکی که از همین شهر خودمون زنگ زده بود و قبول کرد که هستن افراد نادرستی که سوء استفاده کردن از حرفه پزشکی و پزشکی را تبدیلش کردن به تجارت. پزشکان باید وظیفه‌شون این باشه که به فکر مریض و به فکر مشتریایی که در واقع مریض هایی هستن که احتیاج به اونها دارن. اگر نظام پزشکی میخواد از این اتهامات مبرا کنه خودش رو، فکر میکنم باید خودش رو اصلاح کنه، یعنی پزشکانی رو که در حوزه کار اونها هستن و کارشون رو خداشون قابل انتقاد میدونن، اینها رو یا اصلاح کنن یا از خودشون دور کنن. خیلی ممنون از شما، مرسی. با رضا و رضای دیگه از ناتینگهام خدافظی میکنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. فردا طبق معمول برنامه نداریم، اما جمعه با نوبت شما ورزشی برمیگردیم. تا اون موقع برای ارتباط با ما بهترین و راحتترین راه فرستادن ایمیل هست به آدرس شما @bbc.co.uk. خوب و خوش باشید. از طرف خودم و فرهنگ باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.